فصل تابستان که به نیمه میرسد، کار و تلاش کشاورزان در مزارع خبر از برداشت محصولی پرطرفدار میدهد. با طلوع آفتاب میایم اینجا تو مزرعهمون بامیه میشینیم تا ظهر. اینجا کار و تلاش به واسطه کشت بامیه موجب رضایتمندی کشاورزان منطقه شده. خانوادگی ویژه مشغولیم، ما کار کنیم روز 50 کیلو هم بامیه چنیم. محصول خوبیه، کم هزینه است. 4-5 ما خانوادگی اینجا مشغول به کاریم. این محصول با آب چشمه آبیاری میشه، 100% ارگانیک، بدون هیچ گونه کود سمی. امسال هم 70 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت بامیه رفته. متوسط برداشت ما در هر هکتار 4 تن میباشد. ارقامی که در این محصول استفاده میشود ارقام سفید سبز اهوازی میشود. ارزش اقتصادی این محصول تا پایان برداشت به میزان 6 میلیارد تومان میباشد. سازگاری گیاه بامیه با شرایط اقلیمی خشک و مصرف کم آب سوداوری خوبی برای کشاورزان داشته. مزیتی که این کشت داره میزان آب مصرفیش تو هکتار کمه، محصولش رو دست کشاورز نمیمونه، تقاضاش تو بازار بسیار زیاده. با توجه به ساختار ریشه‌ای که این گیاه داره، ریشه عمیقی باشه، میتواند نسبت به کم آبی در این شرایط بحرانی مقاوم باشه. این محصول علاوه بر ارزش غذایی بالا دارای خواص دارویی فراوانی هم هست. بامیه سرشار از ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین های گروه ب، اسید فولیک، پتاسیم و منیزیم و کلسیم هستش و به خاطر این مواد مغذی با ارزشی که داره در کاهش فشار خون، در کاهش بیماری های قلبی عروقی نقش داره. امسال هم پیش بینی شده حدود 280 تن بامیه از مزارع شهرستان برداشت و روانه بازارهای مصرف داخل و خارج استان بشه. کار برداشت بامیه هر ساله از اوایل تیر ماه آغاز و تا اواخر مهر ماه ادامه دارد. کیانوش گیلانی، خبرگزاری صدا و سیما، در رشل.